و ما خبر آخر یک هنرمند عراقی شیوهی جدید در خوشنویسی آیات قرآن ابداع کرده و آن را خط کرسی نامیده است ناصر الموزانی در این شیوه جدید نگارش قرآن از ترکیبی از خط و نقاشی بهره برده و طبق قواعد ابتکاری خود حروف و آیات را خوشنویسی می کند. وی تابلوهای قرآنی را در اندازه های مختلف خوشنویسی می کند و چون خواندن آیات در تابلوها سخت است در زیر هر تابلو آیه را می چسباند تا بازدید کننده متوجه متن آیه بشود و که اخیرا نمایشگاهی در بغداد برگزار کرده درباره این سبک نگارش گفت تلاش کردم برای علاقه مندان خوشنویسی عربی خطی نو ابداع کنم و بعد از تلاشی ده ساله شیوه جدید در نگارش حروف یافتم وی که خط جدیدش را خط کرسی نامیده در این باره گفت برای این کار دو دلیل داشتم یکی علاقه هم به آیت الکرسی و دیگری تمرکز بر دو پایه یا بیشتر در کرسی بندی حروف و ترکیب نوشتارها این هنرمند تجسمی تاکنون بیش از 45 نمایشگاه در کشورهای اروپایی و عربی برگزار کرده و این اولین نمایشگاه وی در کشور عراق است.